روز شنبه در حالی دادگاه تعداد دیگری از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات برگزار میشه که هنوز افکار عمومی از برگزاری جلسه اول دادگاه و اعترافات بیان شده در اون قانع نشده، به خصوص که در روزهای اخیر مراجع تقلید هم همراه با دو تا نامزد معترض این انتخابات اعترافات اخیر رو جعلی و روند اعتراف گیری و دادگاه رو غیر شرعی و غیر قانونی نامیدند و حتی برگزاری چنین دادگاهی رو سندی برای گناه و جرم برگزار کنندگان اون دانستند. در میان روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس که 4 سال پیش در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان بازداشت و مجبور به اعتراف در تلویزیون شد، در گفتگو با صدای آمریکا به تجربه خودش در اون سالها اشاره داره و معتقده این اعترافات واقعی نیستند. ایشون معتقدن که نشانه هایی وجود داره که میشه پی برد این اعتراف در دادگاه تحت فشار این اعترافات مطرح شده. آرش سیگارچی از صدای آمریکا از آقای میر ابراهیمی پرسیده آیا به نظر شما این اعترافات واقعی هستند؟ با توجه به تجربه خودم میتونم بگم 99% غیر واقعیه. بچه اساسی شما معتقده که این اعترافات واقعی نیست؟ ببین شما اگر مثلا افرادی بازداشت میشن رو مواضع قبلش رو دنبال کرده باشی و ببینید بفهمید که اصلا غیر طبیعیه که مثلا ظرف مدت به این کوتاهی انسان دچار چنین تحولی بشه که دقیقاً علیه همه نظرات قبلش باشه و بعد توی بررسی مواضع این آدما میشه متوجه شد که کجاهاش پررنگه. مثلا اینو ادبیات های ادبیات اونها هست، به هر حال آدم وقتی تغییر نظر هم میده دیگه ادبیاتش که تغییر نمیکنه، میتونه اون نظرش رو با همون ادبیاتش جور دیگه بگه، ولی اینجا به شکل کاملا مستوی کاملا در طول این نوع اعترافات مشخصه که ادبیات اون افراد نیست، همونجوری که محتوا هم محتوای کاملا متضادیه و به نظر من یه نوع شیوه اشتباهیه که داره انجام میشه و متأسفانه هم تکرار میشه. ما در طول این دو دهه حداقل دیدیم چندین بار همین پروژه چندین بار تکرار شد. چطور میشه پی برد که این اعترافات واقعی نیستن؟ اولین چیزش همون که اگر یک موازه یک فرد رو قبل دنبال کرده باشه آدم بشناسه جامعه بشناسدش، وقتی یهو میبینید نظری 180 درجه عکسش بیان میشه اونم در کمترین فاصله ممکن، هر چقدر هم بخوایم بگیم این طبیعی بوده، به دلیلی که اون آدم‌ها در شرایط غیر طبیعی بودن نمیشه باور کرد اون نظر طبیعی تغییر پیدا کرده. این یه بحثه. دوم اینکه چه محورهایی در این نوع اعتراف گیری‌ها وجود داره که تقریباً در طول 20 سال گذشته یکسان بوده. مثلا برفرض شما همیشه در اکثر اعتراف گیری‌ها می‌بینید اعتراف اندگان از گذشتهشون پشیمانن و بعد دست به دامان بالاترین مقام کشور میشن و به طور غلوب آمیزی مجبور میشن که از ایشون تعریف بکنن. این یکی از چیزایی که به نظر من توی همه اعترافگیری ها مشترک بوده و به اصطلاح میشه گفت بعضی از مفاهیم چالشی که حالا وجود داشته رو ما در مثلا این اعترافگیری اخیر میبینیم، مثلا بحث ولایت فقیه، بحث ولایت مطلقه. اینا شما میبینید به شکل پررنگی داره از زبان متهمین بیان میشه. با توجه به سابقه پرونده های اعترافگیری این چنینی که به گفته شما در 20 سال اخیر بوده، به نظر شما عاقبت این متهمان چه خواهد شد؟ ببینید معمولا خب تجربه قبلی اینجوری بوده که متهمین به محض اینکه فرصتی پیدا کردن که در شرایط آزاد از خودشون دفاع کنن معمولا تکذیب کردن و شرایط زندان رو توضیح دادن و گفتن که در چه شرایطی مجبور به این چیزا شدن. اما این تجربه اخیر یکم از این جهت برای من قابل سواله، با توجه به اینکه موارد قبلی به این تجربه نشون داده که موارد قبلی افشا شده، من این نگرانی دارم با توجه به اینکه دیدیم حکومت خیلی سخت داره برخورد میکنه، احتمال این وجود داره که اون بخش از حکومت این کار داره انجام میده فرصت دفاع رو هم این متهمان نخواهد داد. این احتمال خیلی قوی هستش. به خاطر همین میتونم بگم بیشتر باید نگران این دوستانی که الان در بند هستن بود تا پروژه قبلی. ارزیابی شما از دادگاه روز شنبه چیه؟ فکر می‌کنم تداوم همین چیزی که در دادگاه جلسه قبلی دیدیم خواهد بود و مشخص بود دادگاه قبلی بود که همه چیز هماهنگ شده و حتی تمرین شده بوده و حتی مثلا شما ببینید دو تا متهمی که اومدن حرف زدن توی روال خود دادگاه، قاضی دادگاه اومد یه متنی رو خوند به یک نوع درخواست‌نامه خود متهمین رو خوند. این چیز غیر عادی بود، یعنی حتی بحث فرصت دفاع هم نبود که مثلا بگیم متهم از خودش دفاع بکنه، بلکه ظاهرا از قبل برنامه اینجوری چیده شده بود که خود متهمین درخواست بکنن یه وقتی رو و بیان این حرفا رو بزنن. فکر می‌کنم کسای دیگه‌ای هم که در دادگاه آورده خواهند شد همین پروژه یعنی کاملا هماهنگی شده انجام خواهد شد و حرفا از قبل تمرین شده خواهد و بعید می‌دونم فرصت یک دفاع به اصطلاح آزاد و در شرایطی که احساس کنم این طرف مثلا حرفی غیر از اون برنامه اونها خواهد داد به اون فرصت نخواهند داد و مطمئنن اگه همچه شرایطی ببینن دادگاه علنی برگزار نخواهند کرد. پس من فکر می‌کنم ادامه همون رو خواهیم دید و متأسفانه باز بگم که نتیجه خب به لحاظ حقوقی نخواهد داشت، چون اینجور پرونده‌ها حقوقی نیستن و بیشتر یک پرونده‌های سیاسی هست.